وارد شدی هدیه کن، پسته رو هم با هم بخورید، فردا بیا نتیجهشو به من بگو. این رفت و فردا تا منو دید شروع کرد به خندیدن. گفتم چرا میخندی؟ گفت که من تا خونه رفتم شاخه گل رو دادم به همسرم، اولم چپ چپ نگاه کرد، خیره خیره نگاه کرد که حالا مثلا شاخه گل چی؟ گفتم حالا ادامه داره. پسته رو هم با هم خوردیم. گفتم آقا اینو یه آخونده به من گفت. گفته به جای این سیگار من شاخه گل بهت بدم و پسته. و قشنگ از من پذیرایی کرد. حالا میخواید رک و پوسکنده بگم این شب زفاف از من پذیرایی کرد. خانم مثل شب زفاف از تو پذیرایی کرد و تو راحت شدی؟ پسته بخورین که خانم ها مثل شب زفاف از شما پذیرایی کن. این شد راهکار ترک سیگار؟ اولا این چه حرف زده زنی بود شما زدی؟ شب زفاف خانم ها از آقایان پذیرایی میکنن، بعد آقایان از کی و کی پذیرایی میکنن؟ این منم که اینجوری فکر میکنم یا همه توی این مملکت دارن این احمد نژاد حرف میزنن این روزا؟ او تازه کجاش دیدی؟ این شما و این هم مصاحبه ای از محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی ارشاد، که به طور زنده از رادیو پخش شد. آقای رامین سلام، شب شما بخیر. قبل از اینکه من جواب سلام شما رو بدم، این جمله رو شما از کجا مطرح کردید؟ ولی این جمله رو برای من نوشتن قربان. غلط کردن نوشتن. این تورین رو بنده هست. یعنی شما منکر این بحث میشید این گفتگو؟ شما غلط میکنید از قول من این اراجیف رو بگید. ببخشید آقای ارامی، بیچاره مجریه چه غلطی کرد سوال کرد. اصلا تو ایران آقا جون سوال کردن غلط کردنه، همه سرا پایین، هیچکی سوال نکنه، که اگه بکنه آقای رامین میگه شما غلط میکنی سوال میکنی. ها چی؟ از کی یاد گرفته اینجوری چاله میدونی تو رادیو زنده صحبت کنه؟ سامان معلم آقای محمد علی رامین رو نشونشون بده بفهمن از کی یاد گرفته. خودتون و میزتون و قیافتون رو ببره که دنیا رو به لجن کشیدی. کف میزنین براش؟ میگه مرد شور خودت و قیافت و میزت و فلان اینا، بعد دنیا رو به لجن کشید. بعد شما دست میزنین میگیم باری کلا که اینجوری حرف میزنین. آقای رئیس جمهور، شما اگه بچه 4 سالت، آقا دو کلم حرف حساب، شما اگه بچه 4 سالت از روی نادانی اینجوری حرف میزد چی بهش میگفتی؟ والا پدر من همیشه میگفت درست صحبت کن، کلام هر کس نشانه تربیت خانوادگیشه. شما رو نمیدونم آقای رئیس جمهور، واقعا نمیدونم. خب آقای احمدی نژاد رفتن لبنان، جایی که خب خیلی بیشتر از ایران تحویلش گرفتن. سامان این عکس‌ها رو نشون بده که چیکار کردن براش. چند تا مسئله مطرحه، یکی این که این جماعتی که ریختن دورش و جیغ کشیدن و این پلاکاردها رو به در و دیوار زدند، پول همه اینا رو پیش پیش از جیب ملت ایران برداشته بودن. خیال نکنین که حالا دولت لبنان خیلی حال کرده با این قضیه احمدی نژاد. اگه پول نفت ما تو جیب حزب الله نبود، این عکسام رو در و دیوار نبود. و دیگر این که آقای احمدی نژاد اگه خیلی حال میکنه با حزب الله لبنان، خب برادر من به این انتخابات بگو بذارن اونجا تو بیروت، برو رئیس جمهور اونجا شو با 63%، تو که بلدی انتخاباتو چجوری ببری، برو شاید از این اندوه لبنان یه ذره کم شه. چرا که جانان من اندوه لبنان کشت ما را. جانان من اندوه لبنان کشت ما را، بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را. جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید بار تا دشت عمل راند. جانان من برخیز و بشنو بانگ چاوش، جانان من برخیز و بشنو بانگ چاوش. آنک امام ما علم بگرفت بر دوش، تکبیر زن لبک رو بنشین بر احوال، مقصد سیاه قسم های جلو دار. خب امشب روی صندلی
پارازیتی ما محسن نامجو نشسته. آقای نامجو که چندیست از ایران خارج شده، شنبه 21 اکتبر در تورنتو کنسرت خواهد داشت. خب آیا فکر میکنی که این موسیقی که داری میزنی یک گونه جدیدی از موسیقی است که تو ابداع کردی؟ اگر همین چنین باشه که حقیقت شو بخوای هست، من نباید اینا بگم و نخواهم گفت هیچ وقت. خب و اینکه آیا موسیقی تو موسیقی نوعی که میگی الان قبول کردی که اینجوری هست، این واقعا موسیقی نوعیه محسن؟ قبلا انجام نشده و تو شروع کردی برای اولین بار و مال خودت؟ نه نه اصلا. ببین شاید بگیم مجموعه یک سری از ویژگی ها که کنار هم جمع شدن به این شکلی که الان جمع شدن قبلا جمع نشده بودن، وگرنه نفس استفاده از فرض بفرمایید به تک تک هر کدوم از اونا بخوایم اشاره کنیم، مثلا نفس استفاده از گام بلوز در کنار یک سری از قطعات ایرانی، چیزی که در فیلم های پرویز صیاد من خودم نمونه شو میتونم برات بگم، در فیلم موزیک مرحوم مجتبی میرزاده، نمونه هایی که هیچ وقت شنیدم شدن ولی هیچ وقت مورد توجه نبودن. حقیقت شو بخوای من فکر میکنم این بلوا ناشی از خاص بودن یه آدم نیست، ناشی از یه جوری قحط و رجاله در زمینه موسیقی ایرانی. آلبوم ترنج محسن در ایران منتشر شد، قانونی از وزارت ارشاد مجوز گرفت، درسته؟ نه از وزارت ارشاد نبود، از حوزه هنری. ببین یه بارم اتفاقا شما تو برنامه خودتون با آقای شرباف صحبت میکردی، اشاره به این کردی که حتی آلبوم محسن نامجو هم مجوز گرفت، در حالی که من اصلا هیچ کدوم از شعرام مطلقاً حتی یه خطش هم از هیچ جا مجوز نگرفت. آلبوم ترنج هم شعرهای من نبود، شعر حافظ و سعدی و عطار و اینا بود و شعرهای خود من حقیقتش اکثرش قبل از اینکه بعضیش قبل از اینکه اصلا بخواد ارائه بشه به ارشاد پخش شده بود بین مردم، بخشش هم هیچ وقت من فکر نمی‌کردم که قرار بشه مجوز بگیره که بخوام ارائه بدم. مثلا شعر عقاید و نوکانتی، هر آدم معقولی که تو ایران زندگی می‌کنه و این شعر رو بگه خب نمیره به دادش ارشاد که بهش مجوز بده. و آلبوم ترنج توسط لابی‌هایی که یکی دو تا ناشر تو ایران داشتن با حوزه هنری که دقیقاً در ایامی هم قرار داد و قرامدارشو گذاشتن که من اساساً در ایران نبودم دو سه ماه، و جزئیاتی داره که حقیقتش خیلی وقتا تحریک میشم که آبروی اون افرادو ببرم و اسمشون رو بیارم، ولی باز هم جلوی این دوربین این کارو نمی کنم. ولی خب یه جورایی نبرده اسمشون مشخص هم هست دیگه، ناشرهایی که از این بابت سوء استفاده کردن. چه سوء استفاده کردن محسن؟ ببین هم از جهت قراردادی که با بنده و شریکم که اون استودیو بود نوشتن و درصد نامعقولی رو سهم خودشون برداشتن به واسطه اینکه از ارشاد مجوز میگیرن، در حالی که تو فاصله که من در ایران نبودم فهمیدیم که اونا ارشاد رو دور زدن و با حوزه هنری یک قرارمدار گذاشتن و از این طریق حوزه هنری هم طبق موازین جمهوری اسلامی حق درآمدزایی از طریق چاپ و نشر آثار هنری نداره و بدین وسیله نه پولی به حوزه هنری رسید و نه به، یعنی همین حاصل سالها نمیتونم بگم حاصل سالها زندگی آدم دیدی که به راحتی یه عده سودشو بردن و هنوزم این طریق ادامه داره و هنوز، یعنی از طریق اینترنت ما بخشی از کارا رو بایکوت کردیم، ولی از جمله همون آلبوم ترنج هنوز از طریق فروش اینترنتی مردمی هم که بی نهایت منو شرمنده میکنن، لطف داشتن به من همه این سالها و به هوایی که به من میرسه رفتن این آلبوم رو تهیه کردن، تماما داره میره تو جیب ناشرهایی که بدون رابطه پسرخالگی با دولتی که اون لحظه تو اون مقطع هست اساسا نمیتونن کار بکنن و اینطوری به دزدیشون ادامه بدن. خب محسن تو بارها از این که در ایران حق مؤلف وجود نداره شکایت کردی، حق تو دقیقاً کی خورده؟ حقمو؟ نه اونجوری نمیشه گفت. من الان مثالی که واسط زدم راجع به یک چیز بود، راجع به یک تجربه‌ام از اولین کاری که اومد بیرون که
من اصلا در جریان بیرون اومدنش نبودم و اینجوری توضیح دادم.